این تلاش ها برای زنده ماندن محسن فخریزاده نتیجه نداد تا کشته شدن مرد شماره یک برنامه هسته‌ای ایران خبر اول روز شود. حمله 12 مرد مسلح به خودروی حامل فخریزاده و 4 محافظ در اینجا آبسرد دماوند در 90 کیلومتری تهران. پس از انفجار 1 نیسان فخریزاده هدف شلیک افراد مسلح قرار گرفت. هنوز هیچ مقام مسئولی نگفته محسن فخریزاده آنجا چه کار میکرده، اما رسانه‌های محلی مازندران گفتند او همراه خانواده‌اش از خانه پدر همسرش در رستمکلای بهشهر در مسیر بازگشت به تهران بود. از سوی دیگر محل ترور در 60 کیلومتری خجیر یکی از مراکز حساس نظامی ایران بوده. به گفته جواد موگویی از مستندسازان نزدیک به سپاه پاسداران، کسی که او را پدر برنامه هسته‌ای ایران می‌نامند سوار خودروی ضد گلوله نبوده. حسین علایی از فرماندهان ارشد پیشین سپاه پاسداران هم این اتفاق را نشانه ضعف در ساختار و سازکارهای دستگاه‌های امنیتی ایران دانسته. اما نظر حسین دهخان، مشاور عالی خامنه‌ای و وزیر پیشین دفاع، چیز دیگری است. شهید فخریزاده کاملا حفاظت می‌شد. تیم حفاظتیشون در سطوح بالای حفاظتی بود. خودروی متناسب در اختیارشون وجود داشت. اجرای عملیات کشتن یک مقام بلندپایه برنامه هسته‌ای با حضور تیمی 12 نفره، آن هم در یک مکان خلوت، انتقادها به دستگاه‌های امنیتی و اطلاعاتی را افزایش داده. اولین واکنش را آخر وقت جمعه ظریف نشان داد و در توییتی این ترور را به اسرائیل منتسب کرد. علی خامنه‌ای هم در پیامی خواستار مجازات قطعی عاملان و آمران کشتن محسن فخریزاده شد. اما حسن روحانی از قید موقع مناسب برای واکنش استفاده کرد. به موقع مناسب مسئولین مربوطه پاسخ این جنایت رو خواهند داد. او در این حال با زبانی مبهم از دام اسرائیل گفت و همچنین ملت ایران هوشمندتر و حکیمتر از آنند که در دام توطئه صهیونیست‌ها بیفتند. به نظر می رسد روی سخن او به بنیامین نتانیاهو است که قبلا از محسن فخریزاده نام برده بود، در حالی که وزارت دفاع آمریکا از بازگشت ناو هواپیمابر USS نیمیتس به خلیج فارس خبر داده. مقام‌های دولت ایران معتقدند اسرائیل به دنبال کشاندن ایران به جنگ در روزهای پایانی دوره ترامپ است. در نقطه مقابل هواداران علی خامنه‌ای جمعه شب با تجمع در مقابل دفتر شورای عالی امنیت ملی علیه مذاکره با آمریکا شعار دادند. دولت روحانی امیدوار است با آغاز به کار جو بایدن بتواند مذاکره با آمریکا را از سر بگیرد، برخلاف نظر خامنه‌ای که شنبه حامیانش در قم به خیابان‌ها آمدند. حسین سلامی فرمانده سپاه پاسداران گفته انتقام و مجازات در دستور کار قرار گرفته. محمد باقری رئیس ستاد کل نیروهای مسلح هم انتقام سخت از عاملان این حادثه را وعده داده. کاربران توییتر با یادآوری سرنگونی هواپیمای اوکراینی با پدافند سپاه پاسداران در شبی که جمهوری اسلامی به تلافی کشته شدن قاسم سلیمانی موشک پراکنی کرد، از تکرار دوباره انتقام سخت ابراز نگرانی کردند. در ابعاد بین‌المللی یک سخنگوی سازمان ملل خواهان خیشتنداری شده. اتحادیه اروپا هم کشته شدن فخریزاده را محکوم کرد، اما در عین حال از همه طرف‌ها خواست که خیشتنداری کنند تا شرایط وخیم نشود. از اسرائیل هم خبر رسیده که دفاتر دیپلماتیک این کشور در تمام نقاط جهان به حالت آماده باش درآمده. 9 سال پس از کشته شدن محسن تهرانی مقدم، پدر موشکی جمهوری اسلامی، کمتر از 1 سال پس از کشته شدن قاسم سلیمانی، مرد شماره 1 سپاه پاسداران در خاورمیانه، و حالا با کشته شدن محسن فخریزاده، مرد شماره 1 برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی، برای علی خامنه‌ای تنها قاآنی مانده که حتی برای رفتن به عراق مجبور شده ویزا بگیرد و فرمانده هوافضایی که انتقام سخت را به فاجعه سرنگونی هواپیمای مسافربری تبدیل کرده و البته فرمانده سپاهی که خبر اختراع دستگاه ویروسیابی را داده که قرار است از 100 متری ویروس کرونا را تشخیص دهد.
اما نیروهای او از شناسایی یک تیم بزرگ ترور بیخ گوش رهبر جمهوری اسلامی ناتوان ماندند. مشتبه پور محسن، ایران اینترنشنال.